بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت نمازگزاران و زائران قبر مطهر دختر مصطفی جعفر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. دو نکته احکامی راجع به بحث تیمم عرض میکنم. نکته اول این است که انسان گاهی اوقات بدل از غسل تیمم میکنه، اما قبل از اینکه مشغول به نماز بشه، حدث اصغری که مبطل وضوع هست اگر از او سر بزنه، مثلا دستشویی بره، خوابش ببره، آیا حالا که اذان میخواد بلند شه و نماز رو بخونه، بایستی دو مرتبه بدل از اون غسل تیمم بکنه یا نه صرفا وضوع یا بدل از وضوع تیمم کردن کفایت میکنه؟ عرض میکنیم که همه مراجع معظم تقلید می‌فرمایند که نه، دیگه نیازی به تیمم مجدد بدل از اون غسل نیست و صرفاً وضو بگیره و نماز رو بخونه تا انشالله هر وقت مشکل عذرش رفع شد، اون موقع بدل از اون غسل تو مرتبه تیمم رو غسل رو انجام بده. فقط حضرت آیت الله بهی نسبت به غسل جنابت نظری مخالف مشهور دارن، نسبت به غسل‌های غیر جنابت نه، فقط غسل جنابت رو نظرشون مخالف با نظر بقیه مراجع معظم تقلید است. نکته دوم این است که بعضا افرادی که حادثه‌ای براشون اتفاق میفته و ناچار میشن تیمم بکنن، طرف میگه من دستم طوری شکسته که اصلا نمیتونم دستمو بیارم بالا که بخوام تیمم انجام بدم، مثلا صورت و پیشانی رو مسح کنم، در چه جایی که اصلا امکان بالا آمدن دست نیست، این شخص باید چی کار بکنه؟ عرض میکنیم که این چنین شخصی فرمودن که با هم دست سالمش شخص رو باز کنه به شکل افقی از بالا به پایین، هر آنچه که از پیشانی رو که میتونه با اون دست سالمش مسح کنه، بعد احتیاطاً و به شکل محافظ ذمه یک بار دیگه از این شقیقه تا این شقیقه رو با هم دست سالم بکشه، به طوری که تمام پیشانی مسح بشه، یعنی از چپ به راست یا از راست به چپ، به طوری که تمام پیشانی کشیده بشه، بعد اون دست شکسته رو که با دست سالم چون میخواد مسح کنه راحت میتونه مسح کنه، اما اون دستی که به عبارت سالم هست و نمیشه با دست مثلا شکسته او رو مسح کرد، بایستی همون دست سالم رو آروم روی خاک بکشه به عنوان تیمم. خدا ان شاء الله در فرج امام زمان تعجیل بفرماید و توفیق زندگی در دولت حضرت شناسی و روزی هم به امام بگرداند به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.